به نام حضرت دوست درود بر شما من لیلا قصابزاده هستم اینجا استدیوی تلویزیونی دیدار نیوز برنامه دیگه از سری برنامه های گفتگوی اقتصادی رو تقدیم نگاه شما عزیزان خواهیم کرد صنایع فرهنگی هنری یکی از عمدهترین ترین ابزارهای پیشرفت و رشد اقتصادی توسعه پایدار و تقویت هویت ملی در هر کشوری به حساب میاد در این میان سینما به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای صنایع فرهنگی هنری میتونه نقش بسیار مهمی در این عرصه داشته باشه در این برنامه میزبان جناب آقای علی رضا رئیسیان کارگردان و تهیه کننده و جناب آقای رضا درستکار منتقد سینما هستم. جناب آقای رئیسیان بسیار خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی دیدانیز. منم طبیعتاً تشکر میکنم چون برنامه های شما رو هر از گاهی که دیدم به نظرم جای خیلی خوبی تو مخاطبین خاص خودش پیدا کرده و امیدوارم گفتگوی خوبی هم داشته باش. زنده باشید بزرگ بارید همونطور که گفتم قرار هست که راجب به اقتصاد سینما ایران با هم صحبت کنیم خب اقتصاد سینما معلفه های مختلف و زیادی داره ما از یکی از معلفه های اقتصاد سینما به نام فروش فیلم ها شروع میکنیم سال گذشته مسئولیان ما اعلام کردن که ما سال بسیار پر و داشتیم و فروش فیلم ها بسیار خوب بود برخی دیگه نظر دارن که این فروش خوب بیشتر از اینکه ناشی از تعداد بالای مخاطبین و فروش فیلم ها باشه ناشی از رشد تورمه در این خصوص نظر شما چیه؟ به وقتی ما از اقتصاد سینما صحبت میکنیم اگر به عنوان یه مقدمه بگیم منظورمون چیه این چیستی اقتصاد هنری در سینما رو تعریف بکنیم وقت شاید یه خورده بتونیم با آمار و ارقام درست تعریف محور بحث رو پیش بریم توی ایران به دلیل اینکه اقتصاد سینما خصوصا بعد از انقلاب به شدت متکی به مؤلفه های ارتباط با دولت بوده در دهه که اصلا کل این اقتصاد از شروع تا پایان همه در اختیار دولت قرار داشت و دولت ضمن اینکه نظارت کامل میکرد هدایت هم میکرد حمایت هم میکرد یعنی بر اساس این سه محور سینمای ایران بعد از پیروزی از سال 62 شکل گرفت یعنی یه جورایی باز تولید صنعت سینما اتفاق افتاد و همه ارکان چه اقتصادی چه فرهنگی چه المللی در اختیار دولت بود این روند تا 76 ادامه داشت و بعد از دوره اصلاحات کم کم این به هم ریخت به جوری که شما وقتی تا سال 76 فیلم میساختین. ساختین حتما این فیلمتون باید اول در جشنواره به نمایش در می اومد اونجا ارزیابی اولیه می شد بعد اکران رو خود دولت گروه بندی کرده بود و میذاشته و بعد هم فیلم نمایش داده می شود. اگر هم ضرر می کرد خود دولت یه جورایی جبران می کرد یا یه رایت جدیدی می خرید یا کمک های دیگه میکرد. بنابراین این سینما معروف شد به سینمای گلخانه ای در اون دوران اقتصاد به معنای واقعیش اصلا وجود نداشت این یه الگویی هم بود که یه خورده از کشورهای بلوک شرقی خصوصا شوروی سابق عکس شده بود اما در اونجا همه هنرمندان سینما کارمندان دولت هم بودن یعنی در تمام تشکیلات سینمایی چه در سوب اکسپورت فیلم خود مثلا مسکو چه در تاجیک فیلم چه در ازبک فیلم اینا کارمند بودن میومدن چه کارگردان چه بازیگر چه فیلم بردار همه اینا کارت میزدن و میرفتن سالی هم یکی دو تا فیلم به مختزای بودجه ای که داشتن میساختن ساختن بعدم نشون میدادن بنابراین نه اقتصادی وجود داشت به اون معنا و... و این خلاف طبیعت سینما بود چون طبیعت سینما با تکسر، تنوع و میزان مخاطب اصلا تعریف بله میشه نمیشه. و به همین دلیل هم در دنیا کشورهای توسعه یافته جزو صنعت خیلی پررونقی بوده و در امریکا که سومی این صنعت پررونق و پرفروش در طول تاریخ بوده حالا اون دلایل دیگه هم داشت که کار نداریم در ایران پس اینطوری بود این سیر بعدا از 76 به اینور کم کم کاهش پیدا کرد دخالت دولت در امر اقتصاد و بعد میزان جذب مخاطب تنوع و همینجور به مرور که اومد جلو رسید به یه جایی که در چهار پنج سال بعد از کرونا خصوصا سینما رفت به سمت یک دو قطبی که یک طرف صرفا فیلم های تجاری کمدی تا به تولید میشد و ارز و نمایشش اینا بود ده. یه طرف هم فیلم های کاملا پروپاگاندای دولتی یعنی ارگان های الان فکر میکنم آقای دوستکارم کمک کنن هفت ارگان و نهاد هستن مثل فارابی، کانون پرورش فکری، حوزه هنری، و او سازمان اوج، انجمن دفاع مقدس همه اینهاش در واقع در امر تولید و تولیدهای خاص مشارکت مستقیم دارن خب این که دولت خودش تولید کننده باشه باید خودش در بازار مصرف بخواد خودش رو قرار بده امتیازاتی هم بخواد برای خودش قائل بشه در جشواره و در بیرون خب این خلاف عدالت خلاف روال طبیعی یه اقتصاد هستن دخالت دولت در امری که ابزارش داره یعنی میگه من اگر در جشواره به این فیلمی که تشخیص میدم با ارزش های من سازگار جایزه میدم بعدم حمایت میکنم که در اکران اگرم فروش نکرد اصلا مهم نی من دارم یه کار عملیاتی انجام میدم سال گذشته پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما ایران اتفاق افتاد این حقیقت داره ولی در عین حال کاملا این سینما ورشکسته بود کل سینما حالا دلیلشو میگم به دلیل اینکه همین فیلمی که پرفروش ترین فیلم بود یک سال تمام اکران اولش طول کشی این در تاریخ سینما ایران بی است در طول تاریخ صد ساله بزنید. که یک فیلم اکران نمایش اولش یک سال طول بکشه و میزان قیمت بلیت فیلم رو که شما گفتین مزید به علت بود ولی به, نسبت میزان مخاطب اصلا سال خیلی موفقی نبوده ما در سال 69 یعنی دوره که سینما دولتی بود همه ارکان سینما تحت کنترل دولت بود 35 میلیون جمعیت ایران بود 81 میلیون نفر بیننده سینما بودن یعنی دونیم برابر جمعیت کل کشور یعنی هر ایرانی دو نیم دفعه رفته و سینما در سال گذشته فقط کل مجموعه سینما ایران سی درصد جمعیت ایران حالا میزان مخاطب با میزان فروش پر فروشترین. شما جمع بزنید چی رو به شما میده؟ اینکه که هفتاد درصد فیلم شکست خوردن فقط ده درصد فروش خیلی خوب داشتن که چهار تا فیلم بوده به ترتیب و هفتاد درصد فروش مال همین چهار تا فیلم بوده هفتاد درصد فروش سال گذشته که پر رونق ترین بوده اینا آماره که شورای سنفی نمایش اعلام کرده خود دولت هم نمیتونه نقش کنه مال اینا بوده و از این تعداد هفتاد درصد فروش که بخش عمده ایش مال سالن هایی که توی مال های فروشگاهی و اینا داشتن بوده که باز از اینا بیش از 60 درصدش فقط مال تهران این فروش ها و از اون شش تا فیلم اول که پر فروش بودن که 4 تاش 70 درصد فروش رو تشکیل میدادن کلا 5 نفر توش نقش داشتن یعنی دو تاش کارگردانش مشترکه دو تاش تهیه کنندش مشترکه یکی کارگردان تهیه کننده این یعنی چی یعنی اقتصاد بیمار دیگه اقتصاد انجکسیونی یعنی دولت به عمد میخواد به اسم رونق نوعی از سینما رو در واقع ترویج بکنه دیگر. که الگو بشه برای دیگران دیگر. فروش پارسال باعث شد امسال ده تا فیلم کمدی آماده نمایشن و تا الان چهار تاش نمایش داده شدن تا آخر سال هم هر ماه میتونن دوتاشون تاشون نمایش داده بشن یعنی چی همه گرایش رفت به این سمت دیگه وقتی شما سی درصد جمعیت فقط میرن سینما که این سی درصد هم واقعی نیه برای اینکه خیلی اینجور که خود سینما داره میگن چند بار میرن یه فیلم رو میبینن یعنی شما یه چیزی حدود 15 تا 20 درصد تماشاگر سینما دارین که اگر اینا دوبار برون سینما که میرون میشه سی درصد جمعیتتون با این واقعا اسمش رونقه با کدوم منطق علمی اوقلایی میشه گفت که رونق اتفاق افتاده بله یک فیلم شد پرفروشترین فیلم تاریخ سینما با اون مشخصاتی که عرض کردن ولی هفتاد درصد فیلم ها اصلا به سرمایه خودشون هم نتونستن برسن و از این هفتاد درصد یه چیزی ندید چل پنجا درصدش فیلم های پرخرج دولتی بودن اینجا پس بخش خصوصی به شدت در تنگنا قرار میگیره سینمای روشنفکرانه، سینمای هنرمندانه، سینمای اجتماعی، ملودرام همه اینا که شاخصه مهم سینما ایران در جشوارهای بین و در داخل بود همه هز میشن برای اینکه اصلا امکان ساخت ندارن هم به دلیل سانسور و وضعیت پروانه ساخت شما نگاه کنین اصلا آدمای مطرح حرفه‌ای سینما ایران درخواست پروانه ساخت ندادن تو این دو سال گذشته اصلا به نواز اقتصادی هم اصلا مغروم به صرفه نی شما مثلا یک فیلم الان حدود ۳۰ میلیارد رزا در میاد یه فیلم ای خوب متوسط نه خیلی پرخش این اگر بین 25 تا ۳ میلیارد شما فرض کنین هزینه تولیدش بشه باید یه چیزی حدود بیش از هفتاد میلیارد بفروشه اگر 20 25 میلیارد هزینه تولیدتون بشه با هزینه های بعدیش و این 70 میلیارد که تقریبا غیر ممکنه چون فضای نمایشی در اختیار اون نو فیلم هاست دیگه اگر اینا هم میان استثناء اون قاعده حیات طبیعی سینما دیگه وجود نداره مستعش عشق یه استثناست که اون هم در دو سه هفته اول یه شیبه سعودی خیلی خوب داشت غیر منتظره بود ولی بعد دیگه این شیبه ادامه پیدا نکرد خودش استثناء بود و فیلم دیگه وقتی این اتفاق نمیفته یعنی چی؟ یعنی قاعده این نیست درسته؟ در حالی که در سینما ایران رضا عزیز یادشه شما زمانی بود که فیلم آقای مرجی با آقای حاتمیکی یا با خانم بنی اعتماد مثلا و همه اینها اگر اکرام می شدن همشون مخاطب خودشون داشتن پس شما یه بخش عمده از از تو اصلا دیگه سینما نمیان چون اون فیلمی که دوست دارم ببینم اصلا وجود نداره اون آدمی که میخوان فیلمشو ببینن اون کارگردانی که یه سوابقی داشته فلا اینا دیگه وجود خارجی نداره حتی فیلم آخر مثلا شخصیت مهمی مثل اسخر فرادی هم تکرار نمیکنه اون سابقه خودش رو من. چرا؟ چون دیگه اون میزانی از مخاطبین که دسترسی به محصولات خوب خارجی دارن تحصیل کرده یا دانشجو یا کارمند و نیاز به یک فیلم های دیگری دارن اصلا اون رو پیدا نمیکنن. پس شما یه تماشاگر محدود داریم یه شکل فیلم محدود برای اینها و یه تعدادم فیلم دولتی حکومتی که سرمایهش رو باز پرداختش اینا اصلا اهمیت نداره یعنی اگه یه روزی یه کسی بیاد بررسی کنه سازمان اوج در طی این دوازه سالی که تشکیل شده چقدر هزینه برای تولید فیلم کرده و چقدر این بازگشت داشته کاملا ناموفقه این،, این نوع سرمایه گذاری پس چرا ادامه پیدا میکنه؟ فقط به صرف اینکه قرار یک فیلم های الگو یا نمونه یا فیلم خب نیاز نداره تشکیلات شما درست کنیم مگه همه دنیا اینو نوع نمی تشکیلات و ساختمان و ساختار و بوجه و اینا براش به وجود نمیاره بنابراین من میخوام بگم سینما از حیات طبیعی خودش خارج شد چند فیلم فروش خیلی خوبی داشتن در طول زمان زیادی این اتفاق افتاد تماشاگر خیلی محدود بود گونه های مختلف سینمایی آسیب دیدن و هفتاد درصد سینما ایران ورشکسته کامه ممنون از شما تا اینجا یه بحث رو سلام و عرض عدب جناب آقای رزا درستکار بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه ما خیلی مشکرم منم سلام عرض میکنم خوشحالم خدمت آقای رئیسیان هستم جناب سوالی که از جناب آقای رئیسیون کردم از شما هم خواهم پرسید جناب آقای رضا درستکار بسیاری معتقدند که سال پر رونقی را رو داشتیم نظارت مخالف رو هم شما میدونید من هم بیان کردم نظر شخص حضرت عالی در این مورد چی؟ اول از اینکه طبیعتا ما از رونق سینما خب خیلی خوشحال میشیم چون رونق سینما موجب, موجب در واقع جریان خوب میشه برای همه اصناف سینمایی نمیشه که الان مثلا منطقه شما بارانی باشه منطقه ما خشک باشه وقتی سینما خوب باشه همه مناطق خوش آب و هوا میشه برای همین دقیقا به خاطر همین مثال آخرم هم میتونم بگم که دولت وقت در این سه سال گذشته با یه پارادوکس و تناقض بسیار بزرگی طرف بوده هم افتخارش سینما بوده هم در واقع دشمنی هر با سینما با سینما دشمنی کرده چون آمده چیکار کرده یه عده از نفرات خودش همون الگوهایی که آقای رئیسی اشاره کردن اونا رو کاور کرده به اونا فضا داده اگر اونا به شکل طبیعی می آمدن حتی با یعنی حتی مثل همه اون سالهای قبل می آمدن با کمک دولت فیلماشونو رو می ساختن در یه شرط مساوی می آمدن همه کارشون رو میکردن، باز مشکلی نبود یعنی به نظر من سینماگرا با این ساختار هم بیش هم آشنا هستن هم و من... چیزی نداره ولی نکتهش اینجا بود که اینا به قیمت دیده شدن اونها بخش اعظم سینماگرا رو از دور خارج کردن یعنی یه کاری کردن همین که ایشون گفت طرف اصلا نره تقاضا پروانه ساخت بکنه خانه نشین بشه اصلا نتونه ارزندان بکنه و این کاملا آگاهانه صورت گرفته این اتفاق کاملا آگاهانه صورت گرفته برای اینکه بخش مهمی از جریان سینما رو فشل بر نابود بکنن بذارن کنار خیلی خوب باشه شاید اصلا یه این ایده خوبی هم باشه شاید بگیم که آقا اگه اینا برن مثل هم کاری که خود دولت با قوای قبل از خودش کرد یعنی گفت آقا اینا اصلاح طلبن اینا هم چی, چی طلبن هرچی من سرد از موضوعات سیاسی در نمیارم ولی گفتن اینا نباشن اینا نباشن ما بهتر کار میکنیم بنابراین با یک پروتکلی به نام یکسان سازی و یک دست کردن مدیران هم خودشون جریان کشور رو در دستشون گرفتن اما ماحسر جز ویرانی در هر جا که شما بگی نبوده ماحسر جز ویرانی نبوده یعنی وقتی شما خرد جمعی رو مرخص میکنی فرهنگ کلی رو مرخص میکنی تمام شاخص های توسعه فرهنگی رو مرخص میکنی در حوزه سینما و سایر به مشتقات فرهنگ اینا رو مرخص میکنی بعد یه اده آدم میاری که اینا خودشون تازه کارن اصلا من ج... جریان سیاسی و جناهی اینا کاری ندارم اشکال نداره آقای رئیسی هم بره بشین خونهش. حسن آقا رو بیا بذار جایی بود حتی اقل بتونه دو درصد ایشون هم کار بکنه آخیزان اصلا آمدن بر مستر کار که اصلا شباهتی به این موضوعات فرنگی ندارن در درجه بنابراین شما آمدی یک پروتکل رو اجرا بکنید در این اجرای این پروتکل کاملا زدی نابود کردی الان هم میگی که به فروش سینما افتخار میکنی که الان طبق آماری که ایشان گفتن اصلا چنین چیزی اصلا معنی نداره مگه میشه مگه میشه که من بی فرهنگی رو از طریق یه سری فیلم ها بی ادبی و بی تربیتی رو از طریق چند تا فیلم ترویج بکنم و این رو به عنوان شاخص به عنوان الگو مطرح بکنم بعد ادعا بکنم که در سینما رونق داشتن اگر رونق به اینه که سینماگرای هستن که به راحتی میتونن بسیار بسیار, بسیار بیشتر و به بهتر شما فیلم ملودرام رو باز کن جلوشو شما فیلم های کمدی درست جلوشو باز بکن شما فیلم های اکشن و تجاری جلو درست جلوشو باز بکن مسیرشو هموار بکن ببین به راحتی میان میگیرن مثل تمام این سالا مثل تمام این 40 سال گذشته میان میگیرن سینما هم قشنگ رونق خودش پیدا میکنه بنابراین آن چیزی که اتفاق افتاده هم دردشون از سینما بوده دوستان ارجمند هم افتخارشون به سینما چون دیگه چیزی غیر از این دیگه باقی نمونده افتخارشون همین به چهار تا فیلم پرفروشه که از طریق تبلیغات در جم و شبکه های اون طرفی تونسته به رونقی برسه حالا من اصلا با اون دسترسی که به اون اعداد و ارقام پیدا شده و گرفتاری هایی که اونجا وجود داره اصلا با اونم کاری ندارم آمار دقیق و متقن دارم که خودشون فیلم میرن بیلیت میخرن سولدات میکنن منتقدین الان برید نگاه کنید تو همین این چند وقته دارن میزنن در, حال که امسال سه ماه اول سال ما رونق خیلی خوبی داشته سینما بازم ما خیلی خوشحالیم خیلی خوشحالیم که سینما رو بخشش به خاطر فیلم حسن فتحی بوده ولی نگاه کنید طرف میره در سینما توی سامانه زده سولد آت میری ببینی یک نفر نشسته یک نفر داره سالو نشست بعد میای میپرسی آقا چه جوریه میگه صاحب فیلم گارانتی کرده خریده آره اینم خودش یه چیزه ها اینم در دنیا یک مدله اصلا مضمون و بد نیست یعنی من عشقم کشیده برم پولم دارم میرم سولدات میکنم فقط سینما برای من پخش میکنه پولش هم میدم این در دنیا هم رواج داره مرسومه من برای خانواده خودم میرم آقا میام این پول این سالو مال من میرم انجام میدم این پول بیشتری میدم و میشتم نماشا میکنم ولی این از این سیرکولشنی که من تعریف میکنم نیومده این از روی دستکاری هایی که در واقع اینا روی نظام چرخ نظام و چرخه اکران فیلم ها انجام میدن آمده گویا اینکه حالا بحث اقتصاد سینما رو که اینقدر گران کردن و اینقدر چی رو گرون کردن چیز فیک و هنرپیشه فیک و هنرپیشه به درد نخور گرون کردن عزت الله انتظامی و خسرو شکیبایی و که شکی رو... گرون نکردنش کسانی رو گرون کردن که اصلا نمیارزن ارزن یه وقتی ازش در طرف میارزه و بنابراین با تخریب زائقه های مخاطبان سینما رو کاری رو کردن که حالا حالا اصلا جمع بستنش سخته این, این افتخاری رو که منظورم این بود که این افتخاری رو که بهش دستیازی میکنن و فکر میکنن که مال اینا بود و اینا اصلا چه این افتخار رخ نداده اینکه که آمار همین الان برین همین چهار پنج نفری که آی رئیسی هم گفتن بیارین باشو صحبت بکنه اونام که گریه میکنن که اونا هم که دارن حوار میزنن که اونا هم که تا بهشون دست میزنی دادشون در میاد که بنابراین ما با یه چرخه بسیار معیوبی طرف هستیم این فقط ظاهرشو ما الان گفتم و حالا انشاءالله در پارت بعدی بریم در باطن ببینیم چجوری اینا با تخریب زائقه های مردم اساسا مانع توسعه فرهنگی شدن و اگر توسعه فرهنگی اتفاق نیفته در ایران شما اصلا توسعه تجاری معنی نداره مگه میشه بچه من پول داشته باشه ولی ادب و تربیت نداشته باشه چنین چیزی مقبول آقا ممنونم از شما جناب آقای درستان جناب آقای دولت ها در تمامی دنیا اگر بخوایم از جاهایی که اقتصاد سینماشون موفقه و سینمای موفقی دارند رو مثال بزنیم آیا حامی هستن؟ آیا نحوه قانونگذاریشون با ما متفاوته؟ آیا نحوه اجراشون متفاوته؟ آیا ما در کشور خودمون خیلی ها معتقدن قوانین بسیار بسیار خوبی داریم و در نحوه اجرا به مشکل خوردیم فاصله حمایتگری دولت در حال حاضر تا فاصله حمایتگری مطلوب چقدره ما چه چالش هایی داریم چه چیزهایی باید برطرف بشه اگر بخوایم که بپذیریم نقصان داریم بپذیریم ایراد داریم بپذیریم حالات در هر موضعی اگر شما بخواید به عنوان یک فرد آگاه با تجربه یک شهره شناخته شده در سینما برای ما صحبت کنید ما تا فاصله مطلوب چقدر فاصله داریم و چه موانعی رو باید برطرف کنیم ببینید شما الان سینما ایران داره با یه ساختاری که مربوط به دهه 60، ان نظر تشکیلات دولتی و تازه گسترده تر هم شده اون موقع معاونت سینمایی بود که از سال 62 قبلش که از یه اداره کل فقط بود الان شده به یه سازمان عظیم سینمایی کشور که اینجور که آخرین آمار رو من دیدم بیش از پنجاه درصد بودجه سازمان سینمایی خرج هزینه نگهداری و کارکنان و ایناست چرا؟ چون اون موقع دولت در واقع حمایت مستقیم اقتصادی میکرده الان اون امکان رو نداره خب ولی اون ابزار رو همچنان حفظ کرده یعنی ابزار نظارتی سانسوری خودش رو همچنان در دست خودش با قدرت نگه داشته ولی اون حمایت ها رو دیگه اصلا نمیتونه بکنه و اون میزانی هم از حمایت یعنی بودجه که میاد صرف فقط همینجور که رضا عزیز گفت دوستان خودشون میشه همه آمار هم اعلام کردن معلومه دیگه یعنی فیلمی که الان اکرانه خب مثلا مربوط به روش های فیلمسازی ارزشی هم هست فقط از بنیاد فارابی پنجاه میلیارد نقدینگی گرفت دو سه جای دیگه هم کمک کردن پول دادن امکانات دادن کل فروشش بوده دو میلیارد تومن یعنی شما فقط هزینه بیلبورد اگر واقعا پرداخت بکنن حساب بکنین ده برابر فروششه حالا هزینه تولیدش اصلا بکنم و این اقتصاد بیمار قطعا و دوچار اشکالات اساسی. اولین اشکالش اینه که ساختار کهنه و از کار افتاده قدیمی دولتی در بخش فرهنگ دیگه پاسخگوی نیازهای امروز نیست اصلا به هیچ وجه از یه طرف تعداد سالن‌های سینما افزایش پیدا کرده درست میگه دولت میگه در دوره ما تعداد سالن سازی زیاد شده ولی شما باز میرین اونجا نگاه میکنین میبینین تمام این سالن های جدید دست یکی دو نفر بیشترین اصلا ببخشید حالا بذارین بحث از سوال فقط خانم در دولت میگه که من سالن ساختم کجا تو سالن ساختی کی تو سالن ساختی که اصلا ببخشید عقلت میرسه به سالن ساختن توی بحثایی که مثلا در چند سال گذشته در دوران همون قبل از این دولت سیزدهم مطرح میکردیم این بود که آقا شما شما, شما شریک تجاریتون نزدیکترین شریک تجاریتون چین هست چین برای رفتارهای فرهنگی خودش یه الگوهایی رو درست کرده یکیش از جمله همین سالن سازیه یعنی یک پروتکل درست کرده یه برنامه داره اون چیزی که ما نداریم اصلا نداریم ما اصلا چیزی به نام برنامه در ساختارهای فرهنگیمون نداریم فاقد برنامه همین که میگین شما یعنی طرف با برنامه دهه شست همچنان میخواد اتوریتی خودش رو حفظ بکنه ولی تمام منابع حمایتی خودش رو از بین برده اصلا دیگه نمیتونه خودش هم پول نداره اصلا بچرخه شما هنوز بودجه هم همچنان بودجه های حقیرانه فرهنگ دو درصد و پنج درصد اون موقع هاست. خب وقتی تو نتونستی رو درستش بکنی اون معلومه که همین چندرغازی هم که میاد رو رانتش میکنی تبدیلش میکنی به رانت میدی به رفقا و خودت هم فکرها و هم جنایی خودت و اونا چون بلد نیستن نمیخوان اونا و آدم های بدی نیستن من نمیخوان بگم اونا آدم بدی هست اصلا راجب شخصیت اونا قضاوت نمی کنم من راجب روش های غلط و تقسیم منابع به شکل غلط و نداشتن برنامه دارم بحث میکنن خیلی خوب ما هم, ما هم گفتیم گفتم ما برید از چین الگو بگیرین دو تا روش رو انجام داده یه روش رفته آقا سال به سال با این تعداد از 5000 تا سالون شروع کردن رسیدن به 55000 پنج پنج سالون در سه سال گذشته و الان فکر کنم الان آمار جدید ندارم بالای 55000 سالون. اصلا همین کاری کردن که جمهوری اسلامی هم انجام بده یعنی که چیکار کردن یعنی گفتن که آقا فیلم ها باید در خدمت نظام باشه اوکی فیلم های ملی میهنی ساختن اونا که مثل ما حالا تابع ارزش مثلا دینی و فلان نیستن که فیلم ملی میهنی ساختن ولی با استاندارد جهانی ساختن طوری که مثلا در سه چهار سال گذشته هنرپیشه و کارگردان, هاش و کارگردان خوبی که داشتن از قبلا خب اینا رفتن سایه به سایه سینمای هالیوود گذاشتن بنابراین با توسعه سینما با توسعه فراوانی های سندلی ها در سینما با توسعه فیلم سازی با توسعه بیشتر کردن فیلم،, فیلم, و دسترسی بیشتر و جمعیت بیشتری هم که داشتن خب یه چیز خیلی خوب درست کردن ما که اینو چند سال پیش همین گفتیم آقا برین از اونجا تقلید البته مردم عادی فکر وقتی ما بهشون میگیم چین بعدشون میاد چون همیشه از چین تصویر یک چیز فیک و دست چندم به ذهن ما میرسه این ماشینای آشغال چینی که به ما انداختن و هزار تا چیز دیگه ای که چینی هست همیشه این. ولی واقعا در حوزه فرهنگ میتونستن چون فاقد برنامه ببین ما فاقد برنامه آقا قبول کن ما که دشمن این کشور که نیستیم که ما میگیم آقا نظام فرهنگی ما فاقد برنامه است در سینما فقدان برنامه بیداد میکنه شما هم میخوای با سینما پوز بدی من پینو پرفروش ساختم باشه باشه آقا پوزش هم بده ولی برنامه هم داشته باش دیگه بذار با مشخص بشه آقا اصلا ما خودمون رو با اون سینمایا با شما آپدیت میکنیم با خواستگاه شما آپدیت میکنیم شما یه برنامه ما بده مگه میشه بدون برنامه خب بدون برنامه میشه که حسن آقا میاد ماچ میکنه و دوست دوست داری بهش پول میدی اون فیلم ساز مهمه میاد میذاری تو خونه نشینش میکنی ممنون آقای درست ادامه ده <تصفح> خب, خب که آقای هم بیان باره من یه نکته ای رو به حرفای رضا اضافه کنم کشور چین این هوشمندی رو داشت نصر پنجم فیلمسازان چینی دهه هشتاد تو جشوارهای مهم بین بسیار بسیار موفق بودن و فیلم های درخشانی ساختن جوایز هم درو میکن کن و برلین و ونیز و بقیه جشوار این نسل پنجم که مشخصترینشون ترینشون و چین و اینا بودن فیلماشون در خود چین همش توقیف بود چون جشواره ای بود همش هم نقد جریان انقلاب فرهنگی بود در چین ولی چین نمیگفت ساخته نشه اینا رو بابت ساخت این فیلم ها اذیت و آزار نمی کرد. زندان نمیکردن کردن توقیف نمی اذیتشون نمی کردن پوزش هم میدادن بیرون از کشور شوروی سابق خب. همه سینماش دولتی بود در بس از اول تا آخر خب ولی فیلمسازی مثل تارکوفسکی تو همون سیستم فیلم میساخت فیلماش میومد تو اروپا جشنواره مهم بین برای اونا جایزه کسب میکرد تو خود روسیه اصلا نشون نمیدادن آقای پاروجانوف فیلم میساخت همینطوری بود آقای مثلا چنگیز ابولوزه خانم لاریسیا شپیتکوف فیلم اروجش واقعا درخشانه تمام اریم کریما تمام این فیلمسازان نخبه فیلم می ساختن این فیلم ها هم در ج... بیرون از کشور نمایش داده ولی تو داخل من نمیخوام میگم این کارو بکنم نه خب این کار که من میگم الان اصلا این فیلم ها تولید نمیشه هیچ فیلم هنری که در خارج ج... ایران به لحاظ طول زمانی یعنی یک چهاردهه و به تعداد جوایز بین المللیش در جهان بی سابقه است در سینما اصلا ما نداریم همچین نمونه ای یعنی شما وقتی میگین مثلا سینمای دیگری در دنیا موفقیت بین داشته که بقیه شاخهای هنریش نداشتن مکزیک یه دهه اینجوری بوده ولی فقط یه دهه بوده سینمای ژاپن همینجوری دوره اوجش کروساوا کوبایاشی میتسوگوشی و اینا بودن ولی این تکرار نشده که در چهار دهه پنج دهه ایران اینجوری بود رسیده به صفر حضور رسمی من منظورم فیلم زیرزمینی که حالا معروف شده من میگم فیلم های مستقل اونا رو که بذارین کنار فیلم هایی که به صورت کاملا خارج از سیستم رایج فیلمسازی تولید میشه اونا رو بذارین کنار سینمای رسمی ایران که در جشنواره می درخشید رسیده به صفر در دو سال گذشته خب واقعا اینو کی باید پاسخگو باشه یعنی سهم ما در بازارهای جهانی صفر همینطور آقای درست عله، عله. حالا هم این یه بز منو اشاره کنم ما از مثلا سینمای ترکیه در گذشته مثلا یلماز گونی و از کنم که شریف گورن رو میشناختیم که اینا تو زندان بودن بلد. ولی فیلم میساختن فیلم هم در فستیوال کم نمایش داده میشد خیلی جالب بود دولت خیلی گیر آنچانی نمیداد بابا یه سینما اگر فیلم زیرزمینی الان ساخته میشه در ایران ساخته شده اشکال از دولته دقیقا نه اشکال از اون بچه من که میره اون فیلمو میسازه اشکال از دولته که اجازه نمیده بستر رو فراهم نمیکنه برای اینکه این راحت بیاد اتفاقا زیر سایه شما باشه اتفاقا شما ببینی چی کار میکنه چی کار نمیکنه آقا شما نمیتونی ببین این فیلم یه کالای فرهنگی و تجاری هست شما نمیتونی فرهنگش رو ندید بگیر برای همینه که ما از خوشحال نیستیم از این فیلم های... اه... یه, یه طرفمون خوشحال نیست بابت این فیلم های پرفروش چون فقط دارن بیادبی و بیتربیتی رو ترویج میکنن ابتزال و نازل شدن، زائقه ها رو دارن از بین میبرن ولی چرا ما باید ناراحت بشیم ناراحتی ما اینه که آقا تو چی میدی به چه خوراک معنوی فرهنگی به بچه من میدی به خانواده من میدی این دیگه تحمل دیدن یه فیلم بهتر رو دیگه نداره ما میگیم اینجا داری زیان میکنی اینجایی که داری افتخار میکنی زیان اصلی رو تو داری در واقع بر شاخه نشستی از بون داری میبری تو اگر بچه من فرنگ نداشته باشه اقتصاد تو به چه درد من میخوره اصلا برو فیلم بفروشم رو آقا تو چیزی که داری به ما میدی، خوراک مسمومه، خوراک بده خوراک ناسبابه بعد همه آدمای های بتفکر رو، همه آدم هایی بخور رو چرا باید، آقا اینجا فرهنگ فرق داره شما باید اینجا با تساهل و رواداری و با مدارا اصلا فرهنگ دیگه، اینا رسولال هم پس از خاتمیت هستن تو مگه میتونی، آقا تو ببین شعرتو که تعطیل کردی نویسندهاتو تعطیل کردی کتابات رو تعطیل کردی مجسمه سازی تئاتر تعطیل مج... همه چیز تعطیل کردی یه دونه سینما مونده این هم که به ابتذال کشوندی برادر من قشنگ نیستین. این زیبنده یک نظام متفکر فرهنگی با مدعای گراش های معنوی نیست در جهان شما نمیتونید این فیلم ها رو این آشقال رو ببرید در خارج از ایران نشون بدید اون بحثی رو که چل سال سینما ایران رفته اونجا نماینده ایران بوده پرچم ایران رو برده فرهنگ ایران رو نکرده فرهنگ ایران رو نابود نکرده اینا از ساختارها و اسلوب و اصول اولیه برخوردار بودن حداقل حالا بگذاریم از آقای کیارستمی دوستان دیگه یعنی فیلم های آقای کیارو سمی که تاپ لول جریان هنری در سینمای دنیا بوده خنده‌دار اصلا راجبش حرف نباد زد اصلا آقای کیارستمی رو با جدا کرد و خیلی های دیگه خیلی فیلم و فیلم دیگه آقا شما اینو از بین بردی یعنی ما یه چیزی داشتیم الان دیگه نداریم بعد ادعا میکنن که ما باید بریم فروش دنیا رو بگیریم این فیلم ها سیاه خیلی خوب، شما با این فیلم ها میخوایی بری اکرام بشی با این فیلم ها میخوایم برن اکرام کجا اکرام بشن اما نمیتونیم از این موضوع بگذریم که در بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد سینما اومده به توسعه پایدار و رشد اقتصادی اون کشور کمک کرده و رشد اقتصادی یک کشور میتونه به رشد اقتصادی سینما کمک کنه یک رابطه دو طرف است و اگر ما مسئولان ما خواستار توسعه پایدار رشد اقتصادی رفاه اجتماعی همه اینها هستند باید اقتصاد رو به عنوان یکی از اجزای اصلی صنایع فرهنگی و هنری بپذیریم و باید به رشدش کمک کنیم نگاه حاکم بر سینمای ما نگاه فرهنگی هنری صرف یا نگاه اقتصادیه نگاه حاکم چیه شما بفرمایید به نظر من به لحاظ تاریخی فرهنگ اولویت حداقل تا پنجم هیچ دولتی بعد از انقلاب نبوده قبل از انقلاب که اصلا نبوده در دولت های بعد از انقلاب هم جز پنج تا اولویت اول هیچ وقت فرهنگ نبوده. برای همینم شما یه دوره های میبینین مثلا یه مدیرانی هستن که یا هنرشناسن یا خودشون هنرمندن یا دوستن یه ارتقای اتفاق افتاده. یه دوره های میبینین اصلا از موضوع پرتن کاملا میبینین که این شیب نزولی داشته. یه دوره های دیگه میبینین خطیه یعنی نه خیلی اهمیت میدادن نه خیلی اذیت میکردن مانعی هم نمیکردن آره کسی کار خوش همون روالی که بود همون روال ادامه پیدا اینو نمیتونیم بگیم به قول رضا توسعه پایدار توسعه پایدار در امر فرهنگ حتی اقتصادش بسیار متفاوته از اقتصاد در توسعه پایدار مناسبات دیگه مثل صنعت تجارت نمیدونم کشاورزی نه بسیار متفاوته ما در این زمینه حتی متخصصینش هم به تعداد انگشتون یک دست نیستن بله یعنی ما وقتی دعوت میکردیم بیان برای ما از اقتصاد فرهنگ و هنر صحبت کنن واقعا تعداد افراد کمی این تخصص و دانش دارن که مثلا یکیشون آقای محسن رنانی بود که یک جلسه هم برگزار شد و لط کردن و... یعنی اینقدر ما کمبود دانش تخصصی در این زمینه رو داریم مدیرانی هم که هستن حالا میگم چون برای دولت خیلی مهم نبوده فقط ترجیح میداده که اینجا براش دردسر درست نشه به قول معروف میگفتن حوزه فرهنگ جنجال نشه بی سر صدا جلو بره چون شما به خوبی میدونین دیگه که دو تا مبحث هستش که به شدت به دلیل پاپیولار مردمی بودنشون میتونه در جامعه حساسیت و واکنش های وسیع ایجاد کنه فوتبال و سینما فوتبال و و هر دو تای اینا همیشه زیر نگاه به شدت بدبینانه و مدیران حالا امنیتی اطلاعاتی و اینجور چیزا بوده یعنی با یه نگاهی که اینا به عنوان روشنفکران جامعه و اونا به عنوان الگوهای ورزشی همیشه ممکنه که خطرات ایجاد در که اصلا اینطوری نیست به واقع اینطوری نیست برای اینکه من به شما عرض کنم امروز تو یه جلسه هم گفتم جشور فیلم که یه خانومی جایزه اول کن جایزه نخل طلا رو گرفت و یه فیلم خیلی خیلی درخشانی داشت که احتمالا زاینا هم دیدن که مربوط به یه خانواده و جریان دادگاهی بود این خانم موقعی که نخل طلا رو گرفت یک سخنرانی بسیار بسیار انتقادی سیاسی به شخص آقای مکرون و سیاستاش کرد این فیلم رو برای اسکار یعنی سال گذشته برای اسکار معرفی نکرد وزیر فرهنگ فرانسه اجازه نداد این فیلم بره چون گفت ایشون اومده این حرفا رو زده فرهن. نتیجه چی شد؟ وزیر فرهنگ برکنار شد نه اون فیلمساز و اون کارگردان بره سر از زندان و محاکمه در بیاد این یک در واقع نگاه مترقیه به این حوزه مال ما هم این نگاه اگر شما بخوایم ف... صرفا فقط بحث اقتصادیش هم ببینید من میخوام ارز بکنم که اگر شما گفتین کالای فرهنگی از اینجا اشتباه اتفاق افتاده فرهنگ که اصلا کالای مصرفی به اون معنا نیست که پوشاک نی نمیدونم خوراکی نی فلان ماهیت فرهنگی داره بله درسته که این محصول تولید میشه شما در گذشته میگفتین کارخانه یعنی فکتوری جایی که توش این چهار تا عنصر سرمایه نیروی کار نمیدونم ابزار و خروجی محصول تولید شده بیرون میاد این تعریف که سال‌هاست دیگه اصلا وجود نداره الان میگن که هر فرایند زنجیروار و متصلی که به یه ارزش افزوده منتهی بشه این فرایند اقتصادی و چیز همیتون. یعنی دنیای جدید اصلا اون تعریف رو بر نمیداره رضا درست میگه این فیلم هایی که الان ساخته میشه ما سه سال پیش گفتیم آقا دیگه نمیتونین با اون ابزار جلوی این فیلم ها رو بگیریم یه موقعی من اگه فیلم میخواستم فیلم ها برم جشواره باید نگتیبش رو میبردم به زاید ارشاد سیموسرب و ارشا. سیمو میشد یا نواری که میفرستدیم رو ببینه سیموسرب و می میشد بازبینی میشد با اون سیم از گمرک میرفتیم میبردیم الان شما این با یه دکمه می تونین اینجا <applause> آپلود کنین اونور دنیا دانلود کن نشون بدن جایزه بگیر نمیشه با ابزار کهنه تفکر جدید و تکنولوژی جدید رو دیگه الان کسی به سینما نمیده هنر صنعت اصلا صنعتش کاملا تغییر ماهیت داده بعد از سیستم رد شدن از آنالوگ رسیدن به دیجیتال دیگه اصلا اون شکل نیست که شما بگین صنعت سینما و صنعت پرونه شده هنر تکنولوژیک یه اتفاقاتی در جهان افتاده آیا شما میتونین همه جهان رو برگردونین به دهه هفتاد میلادی اگه میتونین ایران هم برگردونین به ده 60 اینا میخواد این دولت قبل داشت این کارو میکرد یعنی با ابزار دهه شست میخواست هم کنترل اقتصاد بگه من این کارو کردم که این فیلم ها رونق پیدا آقا شما به قول رضا چه برنامه ای داشته این فیلم مال دو سال قبل از شما بوده پرفروش این فیلم تاریخ سینما ایران اصلا نه تولیدش در زمان شما بوده نه به شما ربطی داشته هیچی شما چیکار کردی که میگی من باعث شدم که این رونق اتفاق بیفته یعنی بخوام خلاصه بکنم شما پرسش های جدید بشر رو که جدیده نمیتونین با پاسخ های قدیمی و کنه با یه ساختاره کاملا از کار افتاده و کاملا غیر فعال نمیتونین این مدیریت رو امروزه به و بعدم بگین من دارم پیشرفت میکنم اسم این اصلا پیشرفت خلاف تمام مبانی علمی علم اقتصاد در فرهنگ خلاف مبانی تمام شاخص های هنری در هنره تموم شده رو حالا یه چیز دیگه هم هست ما ما توی توسعه فرهنگی فقط که نمیگیم سالون ساخته بشه که توش ارتقاء سطح سلیقه عمومی هست یعنی اینا بر اساس شاخص های یونسکو همونطور که فراوانی اون صندلیه باعث میشه که شما در واقع فرصت فرهنگی بیشتر فراهم بکنی اون سالن سینما فرصت فرهنگی بیشتر فراهم بکنی همون فیلمایی که می‌سازن فرصت فرهنگی بیشتر اگه این بخواد درجا بزنه که مثل کارهایی که شد که خب این که به درد نمیخوره که برای همین الان شما دیگه این رونق قبلی سال قبل رو دیگه امسال طبیعتا دیگه نخواهید دید و این فیلم ها هم رو به افول خواهد رفت چون وقتی شما یه چیزی رو هی فراوان 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 در اختیار تماشاگر خودت میذاری اون از سوی چیزی بیشتری میخواد سینما اینجوریه سینما چرا یه جاهایی مثلا میگفتن که ورود خانم ممکنه که خطر آفرین باشه چون وقتی شما میری اونجا یک تصویری از اون در سالهای گذشته سالهای دهه دهه و دهه وقتی آذر شیبا بازی میکرد در سینما بهش که نرمال بازی میکرد و حضور داشت ولی وقتی بهش گفتن که باید بری لب دریا هم مثلا لباستم بکنی اون قبول نکرد اینو سینما میخواست اینو مخاطب میخواست بنابراین الان دقیقا مثل همون دورانه تو دیگه با این فیلم ها و با این روش ها نمیتونی برسی تو با اون چیز بیشتری بدی اگه بخوای همین هم حفظ کنی اگه بخوای این راهی که داری میری بخوای اینو ادامه بدی تماشاگر تو از تو چیزی بیشتری خواهد خواست از تو رسوایی بیشتری خواهد خواست چون این فیلم‌ها که رسوان حتا یه تعدادی از این فیلم‌ها فیلمای رسوایی هستن مخاطب تو از تو چیزی بیشتری خواهد خواست شما اگه ارتقای سطح سلیقه عمومی رو نبینی تو مسیر فرهنگی اصلا کلا باختی دی داری کار می‌کنی من میگم برنامه نداره الکی هم نمیگم آقا اینا یه دولت میشینن خیلی هم مفتخر هستن به خودشون هیئت دولت نشسته آقا ما چهارده میلیون نفر دانش آموز داریم در مدارسمون وزیر فرهنگ میتونن با وزیر آموزش برابرش بشینن به یک تفاهم برسن که آقا شما بر اساس یه پروتکل هایی این جمعیت رو بیار در داخل سینما ببین چه اتفاق میفته ما پارسال یک دهم ده مردم ایران رفتن سالن سینما یک دهم ده مردم ایران هش یک دهم ده دقیقاً از جمعیت ایران آقای درستگار همینجا به کلامتون هم. یادتون نره این یک دهم ده که رفتن و این آمار بسیار بسیار ضعیف ربطی به رشد تورم داره به اینکه که هزار درصد. مسائل فرهنگی هنری از سبد خانوارها داره حذف میشه برای همین من دارم میگم هزار درصد البته به لازم ارقام سی درصد جمعیت بوده یعنی 27 میلیون 28 میلیون تعداد بیلیت بوده ولی درست میگه همون ده درصد یکی تکرار صد درصد اصلا ببین مگه میشه که مثلا من آدم با فرهنگی باشم و با مثلا تئاتر نرم سینما نرم, کتاب نخرم آره بنابراین خود به خود این چرخه توی فرهنگ به وجود میاد نه در برعکسش وقتی شما آدم با فرهنگی هستی به شما کتاب میخونی موسیقی گوش میکنی تئاتر هم میری اونم میره همین دا... همه این اتفاقایی که داریم سه چهار دهه گذشته اتفاق افتاده بود اتفاقا یعنی درسته که ما بالا و پایین داشتیم ولی اقتصادمون هم اقتصاد نسبتا قابل قبولی بود در مقایسه با انتظاراتی که مردم ایران داشتن جوامع مختلف در ایران داشتن اقتصادمون هم نابود شده در سه سال گذشته چون برنامه نیست آقا چیزی به نام برنامه وجود نداره اون کسی که به عنوان مسئول اونجا میشینه من اصلا به شخصش کاری ندارم من اصلا خیلی هم آدم درست حسابی ولی من اشتباهی انتخاب شدم اصلا من اشتباهی گذاشتم اینجا بابا من نه من یه آقا آقایی رو آوردن اونجا مسئول کردن که در زندگیش یک بار تئاتر ندیده اولین فیلمی که آمده نشسته تو اونجا با سلام و سلامات و با محافظ آمدن تماشا کردن چشم بچهش رو گرفته یه فیلم ایرانی داشته نمایش میداده خب آقا این اشتباه بالا به عبولفز به خدا اشتباهه که چنین کسی رو بر مثر یک جریان فرنگی بذاری بابا اینجا سینما است که دیده میشه و صداش میرسه مردان بزرگی مثل آقای رئیسیان وجود داره باش. که حرف میزنن به خدا در مجسم بسازی صدای کی به کی میرسه در تاعت صدای کی به کی میرسه یه پرسشی هم شما کردین راجب کشورهای دیگه و صنعت ببین هر وقت ما از یه فرایند کاملا متفاوتی از کشورهای توسعه یافته حرف میزنیم فوری مقایسه میشه امریکا ها. اصلا امریکا نه صنعتش نه سینماش نه تکنولوژیش نه تا... هیچ شباهتی مطلقا به ما نداره نه به ما به اروپا هم نداره نه به اروپا به شرق آسیا هم نداره به هیچ جا نداره چون اینو من به زرس قاطع میگم که میرم میام میبینم این, این ریختی نیست اصلا که فوری من دیدم خیلی از منتقدین عشق سینمایی های ما و فلان اینا در امریکا همه که اینجوری در امریکا هم. اصلا اینو باید بذاریم کنار قطعا در اروپا تمام کشورهای توسعه یافته از فرهنگ و به خصوص سینما حمایت میکنن حمایت مالی مستقیم ولی به هیچ وجه برای شما ملاک و متر و معیار ارزشی نمیذارن ایدئولوژیک نمیذارن خطکشی وجود نداره اصلا اون خطکش ها بیشتر هنری است یعنی میگن مثلا اگر در باب موضوعات محیط زیست جمعیت انسانی اینا باشه ما این فاندار رو این کمک ها رو به شما میکنیم هم در فرانسه هست که این شکل از طریق سی که سی که جور ترکیب نهاد سنفی نهاد حمایتی هست یعنی فرض کنیم مثلا بنیاد فارابی که در سنف مستقر باشه مثلا اتفاق میفته در انگلستان همینطوره در کشورهای دیگه اروپایی همینطوره در استرالیا همه رو اینا رو از نزدیک ما رفتیم و ارزیابی کردیم و به صورت یه چارت تشکیلاتی در آوردیم اصلا اینجوری نیست که مگه جایی در دنیا از سینما حمایت میکنه بله میکنه چون سینما شاخصه فرهنگی جامعه است مهمترین شاخصه فرهنگی شمعه. اگه حمایت نشه مثلا سینمای فرانسه میتونه در مقابل سینمای امریکا اصلا ادامه حیات بده اصلاً امکان نده اتریش اصلا سینما داره که بتونه ادامه حیات بده اینم اینا میخواستم اشاره بکنم که ایران جز 15 کشور اول دنیاست به لحاظ تولید ببین مم. تولید ما داریم بچه های ما تولید میتونن بکنن این خیلی امر مهمیه و برخلاف نظریه جناب اصلا در سایر اقصا نقاط دنیا سینما وجود نداره که در همه 15 تا 20 تا کشور دنیا سینما وجود داره تولید وجود داره سالن سینما دارن در امارات چه سالن سالن سینما فقط هست چه فیلم سازی هست در عربستان سالن سینما هست چه فیلم سازی هست در اردن و در نمیدونم کشورهای پاکستان و نمیدونم افغانستان سینماگر یه دونه دو تا شاید باشه ولی شما اینجا با یک جریان توفنده با یک لشکر عظیم فرهنگی طرف هستید با یه لشکر عظیم فرهنگی طرف قدرش رو نمیدونی همینها باعث شدن که صاحب ایران صاحب تصویر بشه با فیلم با آثارشون صاحب کردیت فرهنگی و هنری بشه در دنیا احترام پیدا کنه من به اندازه ایشان فستیوال دنیا رو نرفتم ولی هر جا که رفتم به محض اینکه فهمیدن ایرانی عباس گرستن احترام خدا شاید غرق لذت می شادم. نام عباس که تا میفهمن شما از ایران آمدی همین سفری که ما رفتیم با خانم کتانی ریاهی رفتیم هند آقای دالائی لاما خیلی خوشش آمد دو سه روز ما رو جاهای مختلف دعوت میکرد از جمله دانشگاهی در دهلی نو و وقتی که ما رفتیم اونجا ایشان رفت بالا ما هم مثل آدم های عادی رفت نشستیم اینجا ولی وقتی که اعلام کرد که من مهمانانی از ایران دارم اون همه بلند شدن به احترام سینما ایران دست این ارزش این چیزیه که سینما به وجود میاره حتی ورزش هم به وجود نمیاره بله چون اون ارزش های فرهنگیش مثل سینما اصلا نی شما یکی از پر افتخارترین سینماگران نسل بعد از آقای کیارستم آقای فرهادیه چون سه سال مهاجرت کرده یعنی شرایطی که براش به وجود آوردن دیگه اصلا امکان فیلمسازی سازی ایشون تو ایران ممنوع معامله است آخه مگه یه هنرمند چه کار عجیبی باید کرده باشه غیر از اون حرفی که در زمینه مسائل اجتماعی زده و چرا چقدر فیلمساز تو همین دو سه سال اخیر از ایران رفتن غیر از فیلمساز هنر پیشه. غیر از اون. حالا من میخوام به اون دلایل رو اگر بذارین کنار چرا این در طول این چهل سال این رقم بالاترین رقمه چرا شخصیت و شعن سینمای بین ایران به پایین رقم رسیده میزان مهاجرت نیروهای هنرمند به بالاترین رقم رسیده این فقط تو سینما هم نیه. تو موسیقی هم هست تو تو سایر صنایع صنایع بله. فرهنگی ما صنایع دستی ما اول از اینکه ما در موج جهانی دوچار چپاول غارت هستیم دوچار چ... دو چپاول غارت فرهنگی هستیم به نظر من شاید کلمش کلمه بزرگی باشه ولی واقعا میشینه ببخشید دیگه الان بچه های ما که نمیان بشینن این فیلم های این فیلم ها رو نگاه کنن که میشینن در واقع اون فیلم های اصلی رو نگاه میکنن چون دسترسیشون زیادتر شده ما در سایر صنایع هم همین گرفتاری رو داریم ما یعنی مثلا الان فرش ایرانی جاش کجاست یه آقای چینی آمده اونجا لنگه همونو میزنه با یه قیمت بسیار نازلی در واقع بازار و غرفه ما از ما گرفته در فقط فیلم اتفاق نیفتاده در صنایع دستی در نمیدونم فرش در هر محصول فرهنگی که ما داشتیم این اتفاق افتاده بالا به خدا اتفاق خیلی شگفتی افتاده در خیلی با زحمت بکشن دوباره برگرده خیلی اتفاقای مهمی باید بیفته که چقدر هستید ببین ما که نمیتونی ناامید باشیم که ما اگه اینجا نشستیم الان داریم بحث میکنیم مطمئنا خیلی از این دوستان عزیز که میبینن شاید خوششون نیاد بگن ا اینا دارن یه تنه به قاضی میرن والله ما به یه تنه به قاضی ما به خاطر امیدمون اینجا نشستیم ما امیدواریم که ایران همون ایران خوب با ما باشه منظورم در دولت جدیده چقدر اون هستید که به حال این سیاست ها نمیدونم. من که نمیدونم من واقعا آدم سیاسی نیستم ولی امیدوارم که واقعا وضعیت بر اساس فشاری که جامعه ایرانی فرهنگ ایرانی تحمل کرده در سه سال گذشته من امیدوارم که زایش و اتفاق خوبی در دولت جدید بیفته من فقط میتونم در همین حد امیدوار باشم اگر که بتونن پایداری داشته باشن در برگرداندن آدم ها در جلب اعتماد آدم ها در دو مرتبه رونق دادن با آدم ها ببینید وقتی شما زلزله میاد شاید بتونید دو مرتبه خرابی ها رو بسازی از نو بسازی مثل زلزله که در ترکیه آمد در فاصله کوتاهی اون ویرانی رو ساختن ولی زلزله های فرهنگی از دست رفتن آدم ها به این سادگی ها قابل برگشت نیست یکی از شاخص های اصلی در علم اقتصاد که بهش اندیشمندان و حال اساتید اشاره میکنن سرمایه انسانیه یعنی اصلا سرمایه انسانی یکی از شاخص های علم اقتصاده اگر بخوایم حتی اقتصادی هم نگاه کنیم باید به سرمایه های انسانی بها داده بشه ایشون نظرشون فرمودن در مورد رفتار با سرمایه های انسانی مون در حوزه علم و فرهنگ و هنر شما بفرمایید رفتار مناسبی داریم با سرمایه های انسانی نه جوابش واقعا نه همین بس که به شما بگم که تعداد زیاد از بچه های فنی سینما الان در کشورهای اطراف دارن کمک میکنن به فیلمسازی آدم‌ها یعنی اول از اینکه بچه‌های ایرانی هر جای دنیا میرن واقعا درجه همیشه وای میسیم ما از اسکار و از هالیوود و اینا خبراشون رو بشنویم که میشنویم تعداد زیادشون هستن ولی بله همین الان در کشورهای اطراف اگه فیلمی داره ساخته میشه قطعا بدونیم که پای یک ایرانی اونجا هست قطعا بچهای ایرانی ببین بچهای خلاق هستن ایران فرق میکنه با کشورهای دیگه ایران خیلی فرق میکنه و به دلیل توارث ژنتیکی به دلیل تاریخ پیشینه فرهنگ باورها ایمانی که در ما هست بچه ایرانی خیلی 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 متفاوت هستن و این از روی چیز نمیگم من با بخش محدودی از اینام کار کردم و سی سالم هست بخش اعظمشون رو رسد میکنم دارم میبینم که با هیچی چه دست پر دارن دست بالا دارن در رضایش فکر، اندیشه، فرهنگ، هنر ببین با دست با هیچی با این گرفتاری های بسیار بسیار بسیار, بسیار عدیده با این ایست و ها با این صدایی که جلوشون می گذاشته میشه بچه های ایرانی زاینده و با فرهنگ یه دلیل اونده داره من خدمتتون میگم حرف رضا کاملا درسته ایران تنها کشوریه در جهان که بیش از سه هزار سال تمدن مداوم داره ایران تنها کشوریه در جهان که پنج بار اشغال شده رسما به وسیله نیروی خارجی ولی همیشه ایران مونده ایران تنها کشوریه در جهان که هفت بار دینش تغییر کرده آقای رینانی اینو کاملا توضیح داد توی چیزی آقای مهندس بهشتی اصلا دو جلد کتاب داره اینو من توصیه میکنم حتما بیننده همه بخونه ایران کجاست و ایرانی کیست ما دل یه همچین تمدنی این بچه ها هنرم. حالا نمیشه که مدیرش از هنرمندش خیلی پایین تر باشه میشه همچین چیزی؟ خیلی طبیعیه که دیگه اصلا اون تعامله نه صورت میگیره دولت باید هیچ راهی نداره پاشو از جریان تولید و عرضه و نمایش سینما تا جایی که میتونه بکشه عقب دولت تولید کننده نباید باشه پاشو بکشه کنار شما که از حمایت حرف زدید که حمایت کنه به لحاظ اقتصادی با اونجایی که اون قراره پاشو پاش بکشه کنار اون اعمال سلیقه ها اعمال, و اعمال فکری. سانسور و نظارت و چیزای بیرفت چیزای سلیقه ای اصلا دیگه عقلانی نیست که شما محصولی رو که تولید نشده مجوز نظارتی بهش بدین خود پروانه ساخت دیگه وجوده محتوایی ندارد اصلا امکان پذیر نیست چون هنو محصولی تولید نشده که شما اینو سانسور کنین روش نظر بدین یا فلان کنین دولت باید وظایف رو ببره در جایی که به گسترش و توسعه این حرفه کمک کنه نه دخالت مستقیم بکنه نظارت مستقیم بکنه اعمال نظر مستقیم بکنه بعد تازه با هنرمندان برخوردای اینطوری امنیتی و غذایی و اینا بکنه تحبید. تعدیب و شما و... میدین چه تعدادی تو همین دو سه سال ممنون کار شدن ممنون خروج شدن ممنون ورود شدن اصلا هنر هنر رو اینطوری نمیشه فرهنگ رو نمیشه واقعا باش اینطوری برخورد کرد در که اینا اصلا همه ما همه هم دیگر میشناسیم سی سال ما هم دیگر میشناسیم اصلا متفکر سیاسی به معنای امروزیش نه قائلیم نه داریم نه, داریم، نه علاقه داریم چون واقعا هنرمند شعنش بالاتر از امر سیاسیه اگر داره اون بینش سیاسیه که شخص خود اون طرف داره نه به این جنا علاقه داشته باشه از اون جنا بدش بیاد سینمای روشنفکرانه مال اونا سینمای عامه پسند مال اینا اصلا این این همه قدیمی کهنه است باید دولت فقط زمینه توسعه و گسترش این فعالیت هنری و فعالیت های دیگر رو به وجود بیاره نظارت هم بکنه و یه نظارت عالی نه نظارت لحظه در همه چیز در همه شون خب وقتی شما این راه رو انتخاب جایی که تو این چند سال انتخاب کردم مجبوری مرتب ببینید شما صحبت های وزیر دولت قبل نگاه همش از آمار ارقام میگفت یا نمیگفت بله بله هم. درست شما وقتی به این متکی میشین یعنی سیطره کمیت اتفاق افتاده در فرهنگ وقتی سیطره کمیت اتفاق بیفته منجر به ابتزار میشه اصلا راهی دیگه نداره گسترش ابتزار یا آقای درست یه بخشیش رو به درستی فرمونه. این گسترش ابتزار واقعا در شن این مردمه در شن این جامعه است در شن هنرمندای اینجاست پس اگر اون کار رو میکنن برای پوشاندن چیزهای دیگری اتفاق میفته شما در آمار مال موسیقی رو هم نگاه کنید در تئاتر نگاه الان در روز میگن 160 تا تئاتر داره های. در تهران این در دنیا بی سابقه است ولی واقعا تئاتر توسعه هنری پیدا کرده این اتفاق افتاده در موسیقی توسعه واقعا هنری موسیقی اتفاق افتاده پس اگر به آمار و ارقام میخواین استناد کنید استناد محتوا رو نباید بذارین کنار و بگیم من امسال 100 هزار تا ماشین تولید کردم از همی، همین همینی که شما میگید فکر کنید مثلا فرض بگیریم که شاخص ارزشی در چیز همین کمیت باشه فرزن ایران خود رو یا سایپا یه شرکت تولید کننده میگه که من 100 هزار تا ماشین تولید کردم افتخارم بکنن و ببرن به مسئولین بالاتر همشون بدن و بگم به به اصلا فرزن برای این بگیریم که آقا خیلی هم ماشین خوبی هم تولید کرد خب وقتی شما قدرت خرید فرهنگ حالا قدرت خریدی به جای خود وقتی فرهنگ رانندگی نداری وقتی خیابان هات قفله وقتی سوخت درستی نداری داری. ما خفه میشیم ببین وقتی فرهنگ آمدن در خیابان رو درست نکردی وقتی فرهنگ استفاده شخصی کردن از اتومبیل خودتو رو درست نکردی وقتی فرهنگ اجتماعی و عمومی براش فکر نکردی شما به جای سر تا تولید کن دو میلیون تا بیشتر قف میشی بیشتر خفه میشی همین اتفاق تو فرهنگ افتاده دیگه هی بگو من تولید کردم آقا تولید تو به چه درد من میخوره الان سینما رفتن خود بلیت سینما بله همینطور ارزون ترین در واقع برگزار کردن اوقات فراغت ارزون ترین واقع نه نسبت به دنیا نسبت به خود داخل کشور اما من میخوام بگم که این چیزی نیست که ابزاری باشه برای اینکه شما مقاصد دیگرتون رو دنبال کنین و پی بگیرین این باید قدم اولی باشه برای رشد و توسعه این من میگم اصلا دیگه ساخت فیلم های اجتماعی، هنری، روشنفکری، ملودرام حتی نه فیلم های عجیب غریب آنچنانی اصلا دیگه چون مغروم به صرفه نیست به لحاظ اقتصادی اصلا اتفاق نمیافته این به خاطر اینه که بخش خصوصی رقابت دیگه نمیکنه نه هزینه تولید فیلم رو دولت برده بالا دولت برده این کارو کرده نمایش خانگی هم به شدت کمک کرده نمایش خانگی اصلا مسیر خودش کاملا خارجه اینا اگه خواستین یه برنامه مفصل توضیح میدیم که در دنیا اینا از اونجا الگو برداری کن در دنیا چگونه است در ایران چگونه دیگه قیمت تموم شده فیلم که شامل دستمزدها و هزینه ها وسایل فنی و همه اینا میشه اصلا دیگه صرف اقتصادی نداره عقل اقتصادی میگه من باید دیوانه باشم که بیام پول بذارم 20 میلیارد سی میلیارد یه فیلم تولید بکنم و این شکست بخوره مگر اینکه اون پول ها جاهای دقیقا. دقیقا. اتفاق دقیقاً, افتاده دقیقا این ماحصل این کمیگرایی کم در واقع سلطنت پول و ورود سرمایه های مشکوک پولشویی که چندین بار اتفاق افتاده چندین بار کشف شده در سینمای ایران ما فرضاً باید بر این بگیریم که آقا نه پول وارد شده پول تمیزی هم وارد شده پول تهیه کننده ها که نیست قطعه به یقین هیچ تهیه کننده ای در سینما ایران خانم محترم از جیب خودش پول نمیذاره پول رو در میارن پول رو یا نقش میفروشن یا در دیوار فیلم رو میفروشن و یا یه اسپانسر های پیدا میشن سلطنت پوله میگیرن فیلم رو میسازن مفت چنگشون من یه سوال هم ازشون قول شما جنبندی این داستانه آیا این پول برای شما سینما ساخت کارگردان آورد بازیگراتونو ساخت این بازیگراتون قابل مقایسه هستن با بازیگرا یه دقیقه قبل از خودشون فرهنگ ساخت بچه ساخت یا بچه شما توی خونه اگر یه فیلم هم دیده همون عملیات چندشاور بعضی از این هنبش در پیته واقعا چیز رو نشون میده به شما بس چیزی همه پول نه هم نساخته پول میتونه یه ابزار باشه برای مقصد بلندتری همین طور. اگه بشه به حال فرهنگ و هنر هر هم که بهش کیفی نگاه, نک... کیفی نگاه کنیم و کمی نگاه نکنیم ولی والا راجع به خود سینما صحبت کنیم یک مسئله اشتغالزا هم هست افراد بسیار بسیار زیادی در سینما مشغول هستن معیشتشون ارتزاقشون داره تأمین میشه و اگر سینمای ما اونطور که برخی عزیزان گفتن و شما هم اشاره کردین شکسته شده ما بخش عظیمی از اهالی فرهنگ و هنرمون دچار مشکل هستن و باید فکری کنیم باید کاری بکنیم چون اونها بسیاریشون که بنده هم حالا دورا دور باشون هستن. کاری جز اون 17 18 سال 20 سال 30 ساله که در سینما هستن صدا بردارن تصویر بردارن گریمور سینما هستن اینها کار کردن و الان اگر ما رسیدیم به ورته ای که میگیم سینمای ما ورشکسته است برای این اهالی در حوزه اقتصاد و زندگیشون چه اتفاقی خواهد افتاد ساده خیلی پرسش خوبی آه. کردین شما واقعا برای انتهای بس خیلی خوبه من امروز یک گزارش شنیدم که مدیرامل محترم خانه سینما به آقای وزیر دادن که هفتاد درصد نیروی حرفه ای سینما ایران بیکارن نه یک ماه دو ماه یک سال بیش از سه سال و این بحران و فاجعه است بله دلیلش هم اینه که شما وقتی میخواین یک نیروی رو کنار بذارین بعد یک نیروی جایگزین بکنین دیگه طبیعیه درسته و اگر این بیرویه باشه چه اتفاقی میافته استاندارد محصول شما به شدت کاهش پیدا میکنه دیگه هم به لحاظ فنی هم هنری و هم محتوایی چون غیر از این چاره دیگه ای نداری یا باید این کسی که الان این فیلمو داره میسازه به اندازه یا رستمی، فرهادی، ایاری اینا دانش سینمایی داشته باشه توانایی داشته باشه یا فلان یا اینکه نه سال گذشته جشنواره فیلم فش آماری که خودش داد از صد و ای درخواست که براش اومده بود پنجا و یک درصدش فیلم اول بود این اصلا این آمار در دنیا می هست است سینمای حرفه ای ها نه سینمای اکسپریمنتال تجربی فلان سینمای حرفه ای که تو جشور فرد این چجوری اتفاق افتاده غیر از اینه که شما میخواستی این لیوان رو برداری یه لیوان دیگری ای جای این بذاری که نه شکلش نه فرمش نه حجمش اینجوری نباشه گفتی خب اینو ور میدارم حسفش میکنم یکی رو که خودم میخوام میذارم جایی که سال بعد هم همونا تلمبار آه. میشن روی اون داستان خبه دقیقا ولی محتوای این دو تا که شما نمیتونی اینا یکی کنی چون اگه یکی کنی که این بود برای چی رفتین اون کردی اوج خلاقیت هنری در فیلمسازی تازه از دهه چل پنجاه سالگی به بعد اتفاق میفته و اینا همه بچه های این تشکیلات بیکارن یعنی چی هستن؟ کی مسئول اینه؟ کی این جریان رو به سمتی برد که نه به لحاظ اقتصادی دیگه قابل دفاع اون نوع تولیداتی که سینمای حرفه‌ای بود و ما و دیگران انجام میدادیم نه دیگه امکان وقوعش مویسره نه ما حاضریم به هر شرایطی تم بدیم و بگیم حالا شرایط اینه ما کارونه ما در دوره جنگ این همه تولیدات هنری جذاب داشتیم یادشونه ایشون فیلم های مهم جشواره فش اتفاقا فیلم بود که خیلی به حوزه دفاع مقدم او یعنی چی؟ یعنی ما بعد چهار دفعه رفتیم قبل از اونی که بوده تازه این نشدنیه این واقعا یه سکر معیوب نشده نیا. اما من در انتها فکر میکنم در این حال که امید دارم یعنی آقای ای میگه یه یارو رو داشتن میوردن جهنم بعد برگشت نگاه کرد پشتشو خداوند تبارک و گفت این هنو امید داره بله من هم شده بله. ما حالمون شبیه اون الان میدونی یعنی دیگه اگر این شرایط هم باز بخواد برگرده به دو سه سال قبل یا بدتر از اون یا چی اصلا دیگه امکان زیست وجود نداره در حوزه فرهنگ در حوزه هنر سینما تئاتر موسیقی اصلا دیگه اون امکان وجود دولت و جریانات بالاتر درست ازش بهره برداری میکنه این ساختار باید تغییر کنه قابل دوام ساختار فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست اولین چیزش اینه که همین عنوان چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه اگه هنر و فرهنگ و هنر بود شما تعریفتون روشن بود ولی ارشاد واقعا تعریف داره شما میتونیم بگین از کجا تا کجاش تو دایره ارشاد خیلی زیاده میشه سریقه حالا سریقه من میگه این فیلم خوب نیست این موسیقی خوب نیست تا سریقه شما میگین خوبه این باید دگرگون بشه باید به روز بشه باید کارآمد بشه باید چابک بشه ارشاد فقط وزارت فرهنگ وظیفش توسعه و زمین سازی باشه نه چیز دیگه نظارت عالیاش هم طبق قانون بکنه در مرحله پروان نمایشه در مرحله چیزای قبلی و اون اتفاقاتش نه اصلا عقلانی نیست اصلا شدنی نیست اصلا دیگه ماهیتا قابل دوام نیست شما هم نزدجد. آره منم میخواستم بابت همین سوال آخرتون بگم حتما طبیعتا صحبت های آقای رئیسیان عزیز خیلی جامع و کامل بود ولی من از شما هم این سوال بپرسم. تا شنیدید که مثلا آلپچینو یا مثلا راب دنیرو بگن که مثلا حالشون خیلی خرابه یا مثلا چه میدونم کاترین زتا جون الان حالش خیلی خرابه فلان نشینید ما که نشینید ولی من همین الان که داشتم میمدم اینجا دو مرتبه برای چندمین بار تصویری از آقای رضا رویگری دیدم بله. که حالشون خرابه سیستمی که سه سال این سینما رو قبضه کرده بوده و ادعا میکنه من به سینما رو رونق بخشیدم یک دونه رضا رویگری که این همه خدمت کرده و آدم درجه یکی هم بوده هم در کار آهنگسازی آه و موسیقیش و این سیستم وامدار اون هست هم در کار بازیگری و سایر حرف هنریش این همه فیلم پرفروش داد این همه ادعا یه دونه رضا رویگری اون مستاقه ها همون هفتاد درصدی که ایشان فرمودن درسته این چه سینماییه که تو وقتی حرف میزنی مدام میگی سینمای آمریکا سینمای آمریکا سینمای آمریکا سینماگر و طبقه الیت و آدم حسابیش مثل رضا رویگری ما تو رسانه ها ببینیم اینو تو یه اینو نمیتونی کاور کنی این صد درصد نشانه بودن تعداد زیادی از آدم های دیگه هستش که نمیتونن بله سن بسیاری از سینمایی رفته بالا بله هزار تا اتفاق جدید افتاده اون چیزی که ایشان میگن درسته بر اساس امروز شما بیا ارنج کن بر اساس مختزیات امروز 1400 بیا مختزیات ارنج کن بر اساس این بچین ببینم چون با یه جامعه طرف هستی که در آستانه پیری جمعیت ایران در شرف پیر شدن هست گرفته بابا مسئول ارشد مدام دارن اشاره میکنن ولی گوشه کسی به دهکاره این ماجرا نیست اون مسئولی که اونجا هست نه برنامه ای داره برای این داستان نه فکری داره نه اصلا گوشش به دهکاره و فقط هم خانم این نیستش که ما الان در سینما حال ما خوب باشه نه سینما اگر حالش خوب باشه قطعا باید اونجا 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 هم حالش خوب باشه یعنی اگه سینما نشون داد حال جمعیت ایران خوبه بدونید اون اتفاقی که دنبالش هستی رخ داده سینما باستاب دهنده هست انعکاسی از حال جمعه بله. خودش سینما باستاب, باستاب هست جریان ساز به مفهومی که دوستان فکرشون میکنن خطر آفرین به مفهومی که دوستان فکرش میکنن نیست باستاب دهنده این شرح. حتی فیلم های مثل قیصر گوزنها کندو در زمان گذشته با وجودی که آلارم میدادن که آقا در این کشور ممکن اتفاقات بیفته جریان به نظر من نساختن اونها باستاب دادن شرایط روزگار خودشون رو و باید شما حواست باشه بسیار ممنونم از حضور شما چه و غیر زدرسکان. از حضور شما جناب آقای علیرزا رئیسیان اونقدر که وقت ایجاب میکرد تونستیم به مسائلی در حوزه اقتصاد سینمای ایران بپردازیم و بسیاری بسیاری از مسائل رو نتونستیم در موردش صحبت کنیم و از شما دو عزیز قول خواهم گرفت که انشاالله در فرصتی دیگر در خدمتتون باشیم و به مسائل کلان و خورده این حوزه بپردازیم و با هم گفتگو کنیم مخاطبین عزیز دیدار نیوز امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید تا دیداری دیگر بدرود